پاینده ایران میخوایم در مورد اظهارات جدید حسین قدیانی حسین قدیانی که فرزند شهید فرزند شهید اگه اشتباه نکنم اکبر قدیانی از شهدای معروف جنگ ایران و عراق و خودش سوپر اصولگراست یعنی بود <laughs> در اتفاقات هشت, هشت جز اونایی بود که ما تو کف خیابون میگفتیم مرگ بر اثر ولایت فقی که فیلممون خوشبختانه هست کسی نمیتونه زیرش بزنه دادگاهمون اینا هست چون انقدر فرزای سیاسی سی ما اینقدر یک بیشرافتی خاصی هست که انسان رو تو همه حوزه تلاش میکنن انکار کنن ایرادی نداره به در زمانی که من کف خیابون شعار میدادم مرگ بر ولایت فقی این آقای حسین قدیانی که شما دارید میبینید در کف خیابون داشت بچهای مردمو با باتوم کتک میزد بچه های مردم رو کتک میزد و در همون شلوغی ها بچه های مردم هم رو گرفتن سرش رو شکوندن حسین قدیانیه که سرش در اتفاقات سال 88 شکست و, و مردم هم جلوش وایستادن و این وضعیت سر و صورتش اما حسین قدیانی به اینجا خطر نمیشه رفته رفته فساد اقتصادی که کسی که به خاطر این نظام به خاطر خامنه ای به خاطر اسلام سرش و داد و سر شکسته شد ریزش ها اینجا الان معنا پیدا میکنه حالا رفته رفته چه اتفاقی میفته فساد اقتصادی و یک سری واقعیت های دیگه بخشی از چشم ایشون رو باز کرده و جز ریزش های دانه درش در بین بدنه مذهبی است الان یه مقدار ریشموش رو بلند میکنه یه خورده مثل بهتر میگرده و حملات شدیدی کرده به رژیم در دو بخش الان من حملاتش رو در اینستاگرام دیدم برام جالب بود یه دونه این مطلبشه که جذاب بود برام با هم بخونیم که نوشته که خدا یک پول به ما بدهد یک عقل بی جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی میگه به بی جمهوری اسلامی آیدا شاکرمی میاد در مورد خواهر نیکا شاکرمی مطلب می نویسه آیدا شاکرمی ای اگر مجرم بود برای چه, برای چه فقط بعد از دو سه روز آزاد شد و اگر مجرم نبود برای چه حتی یک دقیقه بازداشت شد هر حرف, حرف حسابیه اگه مجرمه چرا دو سه روز آزاد کردی اگه نیست حتی بهتون میگم مجرم هم در دنیای آزاد 24 ساعت بیشتر شما اجازه ندارید که تو بازداشت نگه بعدش باید بره به سمت دادگاه براش قرار وسیقه بزنن میگه این رفتارهای هیستریک مویید دو نکته یک حتی متصلب ترین لایه های حکومت هم در ناخداگاه خود قبول دارد که جرم مندرآوردی کشف هجاب هرگز قابل قیاس با جرایمی مثل قتل و قاچاق و اختلاس نیست ببین یعنی این حرفی که ما بارها گفتیم که اصلا این حجاب یعنی که برای در حقیقت چهره های اصولگرای قبلی هم که اینا هی میخوان مثلا دوزی و اینا رو با حجاب مقایسه کنن هم دیگه اینقدر مسائل دیگه حذف ناشدنی دیگه و این خیلی نکته ریزش نکته مهمیه البته بگم ریزش ها در سطوح خیلی بالاتر داره رخ میده مثلا اینا حالا فرزندان شهید دانه درشتن که ریزش هاشون رو ما میتونیم رویت کنیم حالا پشت پرده رو که خب نمیدونیم تا چه ستیست ولی میدونیم که ریزش ها تا این حد مطمئنیم که ریزش ها قویز از دل سخنرانی های برخی از فرماندهان سپاه ما تونستیم اینو استنباط بکنیم که خودشون علنی گفتن که آقا ریزش ها شدیده میگه که کاش رفقایی که حرف ما را گوش نمی کنن اقلن حرف زمین ناخداغای خود را بپذیرن زمین ناخداغای یعنی شما تو درون خودتون هم میدونید دوید چرن صرف این که سعی میکنن بیهجاب ها را هم با کلی دک و پوز طرفدار نظام نشان دهن و آن را سند دیگر, دیگر خواهی حاکمیت بخوانند. یعنی حضرات علا بیانات سفت و سختشان خود به خود به تراز ما خود به خود بهتر ببخشید بهتر که خود بهتر از ما میدانن که راه دفاع از حجاب و مقابله با کشف حجاب گشت ارشاد نیست کاش به حرف دلشان گوش کنن و حتی اگر به حرف زیر دلشان هم گوش کنن ما بخیل نیستیم خیلی قلم تندی داره یعنی میگه به حرف دلشون گوش کنن زیر دلشون یعنی دیگه داره در حقیقت بهشون های سنگین جنسی هم انداخت هم میگه بی جمهوری اسلامی عصبانی است و خودش هم نمیدوند دارد چه کار میکنند میداند با این دست فرمانش با این دست فرمان سقوطش حتمی است ولی عوض اینکه با تدبیر و مهربانی مانع این سقوط شود یا حداقل آن را به تعویق بیاندازد بدتر کارهایی میکنند که فقط از حکومت های در آستانه سقوط برمیآید یعنی رسما یکی از اصولگرایانی که سال 88 بچه های مردم رو کتک میزد الان شده منتقد این نظام جز فرزندان مطرح شهداست و داره میگه این نظام سقوط میکنه میگه چیزی دیگه نیستش که من به عنوان یک حالا برانداز یا دگری یا ملیگرا یا هر چیزی که اسممو میخواید بذارید خارج از گود چارچوب جمهوری اسلامی به این نتیجه برسم که این نظام سقوط میکنه سقوط این نظام از هر ای که نگاه کنید نه تنها محتمل است نزدیک به قطعیت است این دیگه محتمل نیست فراتر از محتمل و نزدیک به مرزهای قطعیت رسیده سقوط این نظام در حالی یه مطلب دیگه ای هم داشت که گفتش که هویدا میگفتن که زمین خار بود همون زمینی که صدیقی خورد و شما که هویدا را اعدام کردید برایش نسخه برخورد مؤمنان پیچیدید بعد اومد یه مطلبی هم نوشت که ما خیلی اشتباه کردیم ما چقدر در گوش ما گفتن فرای پهلوی و شاه و اینا بدن و فلانن و الان ما هزاران برابر فضا رو بدتر از داریم و شما فساد هاتون خیلی عمیقتر تر از ایناست و یه مطلبی هم برای توماج سالحی نوشت آقای قدیانی که اینم باز برای من جذابیت داشت و میگه که و حتی و حتی و حتی این را هم به ما دروغ گفتید به ما گفتید شاه عین آب خوردن زندان میکرد اما خودتان عین آب خوردن اعدام میکنید اگر شاه زورش را به دانه درشت چون طالقانی و هاشمی و بهشتی میرسان و به قول معروف مردانه میجنگید شما جانیا جانیا داره به حکومتی که پدرش به خاطر شهید شده میگه جانی ببین عمق ریزش ها تا کجاست دیگه شما جانیا حتی به بازیگر نقش اول من ترانه پانزه سال دارم رم نکردی تا بیماری دختر حمید علوسی از همیشه پیچیده تر شود شما در حالی صبح تا شب اینجا داره اشاره میکنه به در حقیقت ترور بیولوژیک ترانه علیدوسی توسط جمهوری اسلامی شما در حالی صبح تا شب بعد شاه را به ما میگویید که خودتان حتی به مادر محمد جهانارا رم نکردید تا پیرزن بعد از اعدام های 67 به درستی ادعا کنند من مادر چهار فرزند شهیدم نه سه فرزند شهید یادتان باشد که مادر فرمانده سپاه خرمشه نست شاه که از دست روح الله آه کشید نکند پیرزن هم کشف اجاب کرده بود که آن جور رد چرخ زمخت ایدولوژیتان را روی قلب شکستش حک کردید شما از همه بهتر میدانستید که ناظر بر مرسا چقدر منافقین روی سیاد برآمده از ارتش مردمی شاه آلرژی دارن ببین اینجا چه اشاره میکنم میگه سیاد برآمده از ارتش شاه ارتش مردمی شاه یعنی سیاد را محصول ارتش مردمی شاه میدونه خیلی حرفاش سنگینه ببین چون فرزند شهیده و یک چهره اصولگرایی که سال 88 مردم رو کتک زده اینجا سخنان و این سطح از مطلب و این سطح از تندی مطلب بسیار بسیار حاوی نکات مهمیه و نشانه از واقعا وضعیت استراری و اورژانسی رژیم رو داره به ما مخابره میکنه میگه که روی سیاد برآمده از ارتش مردمی شاه آلرژی دارن ولی برای ناشناستنین سرهنگ سپاه خودتان محافظ گذاشتید و سیاد را آن پیشکسوت جهاد و شهادت را که حتی محافظ گذاشته بخش اینجا سپاه خودتان محافظ گذاشتید و سیاد را آن پیشکسوت جهاد و شهادت را که حتی چمران هم به مرید خود تبدیل کرده بود رها کردید به امان خدا تا آنجا که مادر محجبه سیاد هم از دستتان آه بکشد به زندانی های زمان شاه نگاه میکنم و چشمم به خامنه ای میافتد به اعدامی های زمان حاضر نگاه میکنم چشمم به جمال محسن شکاری روشن میشود حال شاه دیو بود یا شما شما حیا کنید به خودتان میگویید فرشته خدایی حق خدایی حق محسن اعدام بود حق هویدا اعدام بود حق جهانبانی اعدام بود جهانبانی خوشتیپ جهانبانی خوشتیپ و خوشاندام وطن پرست از همان دردانه های دهاری بود که صرف نظر از کم و کیف حکومت اینکه در ایران شاه حاکم باشد یا روح الله در هر حال باید قدر می میدید و بر صد می نشست مگر مدعی نیستید خاک وطن زمین و وطن آسمان وطن و جان فشان میخواهد جهانبانی را دیگر چه ادام، جهانبانی را چرا اعدام کردی شیرودی موافق این اعدام بود کشوری موافق بود سیاد موافق بود زمینش را صدیقی خورد نخست وزیر شاه اعدام شد ادامه دارم حالا دیگه خیلی طولانی نوشته و, و اینجا بله منظور از سیاد سیاد دیگه دقیقا که دهن منو... تو داستان عملیات جمهوری اسلامی بهش میگه مرصاد مجاهدین میگن فروغ جابیدان و خب این مطالبی که الان داره میگه و عکس توماج هم به این شکل آقای حسین قدیانی ببین واقعا وضعیت چیه که حسین قدیانی میاد و تصویر توماج صالحی رو میذاره به عنوان یک کسی که خودش تا 88 توماج صالحی ها رو باتون میزده اینجا دیگه ما باید به جمهوری اسلامی بگیم که خراب کردی آبم قطعه و من یه اشاره کردم ایستگاه آخر حکومت یعنی چی ایستگاه آخر حکومت من قبلش عرض کردم دیگه شما آخرین شانس تاریخیتون هم یه تعداد ایرانگرایی بودش که بابت عشق بی نهایت به ایران حاضر شده بودن که بتونن به شما تروریستا یه کمکی کنن شما تروریستا رو به مرز مدنیت برسونن یعنی کاری که ما اون پنج سال کردیم تو این پنج سال دیدید ما نه لباسمون رو مثل اینا مثلا رفتیم چیز کردیم عوض کردیم کراواتمون هم که میزدیم تیپمون هم که میزدیم و از اسلام هم دفاع نکردیم به خاطر سطح بالای میهن پرستی که داشتیم تلاش کردیم که اینایی که بالاخره کشور رو دارن و دستشونه الان تمام وزارت کشور دستشونه اینها رو از مرز اسلامیت از مرز بربریت به مرزهای مدنیت هدایت کنیم خب نشد یعنی این اتفاق نده اینم آخرین شانسشون ما بودیم و من گفتم ایستگاه آخر دیگه اینا نمیتونن نیرو تولید کنن نمیتونن نیرو جذب کنن و نیروهایی که دارن تازه ریزش پیدا خواهد کرد یکی از این ریزش ها حسین قدیانی است شما فرزندان شهید و نه تنها دیگه نمیتونید اقناع کنید تبین بکنید حتی اینا رو وقتی که از دستتون در میان میزان تنفری که به شما دارن چون اینا عمرشون هم رفته دیگه میزان تنفری که اینا از شما دارن و تاثیرگذاری که در مبارزه با شما دارن بعضا در آینده مهمتر از ما هستن این خیلی مهمتر از بدنه از جامعه حسین قدیانی در آینده به این رژیم ضربات کاری واقعا زخم کاری به این رژیم خواهند زد دمتون گرم مرسی که با من در این بخش همراه بودید پاینده ایران سپاسگزارم